کالکشن اوت کوتو کریستیان دیور برای بهار تابستون 2021 رو دیدید، میدونید که برای این کالکشن یه ویدیو یا بهتر بگیم یه فیلم کوتاه ساخته شده که حسابی تو سوشال مدیا داره دست به دست میشه و سر صدا به پا کرده. همراه ما باشین تا داستان این کالکشن و ویدیو رو با هم بشنویم و بعد بریم ویدیو رو ببینیم. داستان از این قراره که ماریا گراتزیا کیوری که مدیر وقت خلاقیت مجموعه دیوره از کارتای تاروت برای این کالکشن ایده گرفته. اون میگه تاروت براش خوشاینده چون وقتی توی لحظه سخت قرار میگیره دوست داره یه چیز جادویی بهش کمک کنه تا بهتر فکر کنه. برای این ویدیو ماریا برای بار دوم با کارگردان معروف ماتئو گارونه همکاری کرده. اونا تصمیم میگیرن داستان رو اینجوری شکل بدن که یک دختر پا به یک قلعه میذاره. در واقع هزار تویی رو طی میکنه که نشون دهنده یه سفر داخلی. هنگامی که این دختر با چهره‌های مختلف تاروت تو این قلعه ملاقات میکنه، باید در مورد زندگی خودش تصمیم بگیره. از طرف دیگه اون جنبه هایی از شخصیت خودش رو در واقع ملاقات میکنه و یاد میگیره که از آینده نترسه. قهرمان داستان دیور یا همون دختر با کائن اعظم، اعتدال، عدالت، مرگ، ماه و خورشید و خیلی های دیگه که در واقع شخصیت های کارت های تاروت هستن روبرو میشه. صحنه آخر این فیلم با بوسه برهنه در حموم که نمادی از ترکیب هویت زنان مردان است به اتمام میرسه. خودتون که فیلمو ببینید متوجه میشید. اما نکته جالب دیگه در مورد این کالکشن و در واقع ایده کارتای تاروت پشت اون وجود داره و اون برمیگره به زندگی خود کریستیان دیور. این چیزیه که ماریا برامون بیان میکنه. اون میگه در واقع کریستیان با کارتای تاروت تو جنگ جهانی دوم آشنا شده. وقتی که خواهرش کاترین که بخش از مقاومت فرانسه بوده ناپدید میشه. پس کریستیان که تو وضعیت ناامید کننده و سخت و پر استرسی بوده رو به کارتای تاروت میاره تا بلکه توی سرنوشتش چیزی در مورد امید برای یافتن خواهرش پیدا کنه. تلاش برای یافتن امید بخش عنوانی از کتاب هاوس آف دیوره که قرار پاییز بیرون بیاد و به زندگی کاترین دیور اختصاص داده شده. کاترین زندگی دلهره آور و سختی رو در زندان در یه اردوگاه کار اجباری زنان گذرونده. اون موقع آزادیش سعی میکنه که با عشق به باغبونی از خودش دلجویی کنه و این الهام بخش برادرش کریستیان برای اووردن گلهای ظریف و زیبا و نشون دادن زنانگی ظریف اون با گلدوزی هاش تو کاراشه. نکته جالب دیگه در مورد این کالکشن برمیگرده به زندگی خود ماریا گراتزیا کیوری. در واقع اون فضاهای تذهیب شده ای که با رنگ و آب ایتالیایی و قرون وسطایی میبینید به خاطر اینه که ماریا در واقع ایتالیایی فرانسویه. اون معتقده در حدود سال 1400 از این کارتا تو ایتالیا برای سرگرم کردن خانواده دوک میلان استفاده می شده. اما سه قرن بعد فرانسوی ها بودن که قدرت های عرفانی و والگیری رو به این کارتا نسبت دادن، نامش رو تاروت گذاشتن و به اسم خودشون ثبتش کردن. حالا که قصه و ایده این کالکشن رو می دونید بریم با همین فیلم کوتاه ببینیم تا در قسمت های بعدی بیشتر به جزئیات بپردازیم. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui suis-je? Choisis une carte. La papesse.